یکی خجالت میکشم روی منبر بگویم. وقتی عبدالله ابن ابی پسر هدایت شده، پدر ملحد کافر، آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله این ظرف آب، یه قدری از این آب شما میل کنید که دو لب شما به این آب برسد، برای تبرک بدم به پدرم، شاید به وسیله این آب متبرک خدا بر قلب پدر من هم حب شما، محبت شما، نور ایمان وارد کنه. این ظرف آب تبرکی که این الان اگر بود میدادن هرچه سرطانی در دنیا بود شفا میافت، هرچه فلج بود عافیت میگرفت، کور مادرزاد نابینا شفا میگرفت، چشمش باز میشد. آبی است که به لعاب الدلب و زبان خاتم انبیا متبرک شده. آمد این آب را داد به پدرش، گفت پدر این آب متبرک با دهان و زبان پیغمبر. میدونید چه گفت؟ اینه عرض میکنم، خجالت میکشم بگم ولی چه کنم، چون شاهد آمد و حالا همشم واضح نمیگم. این مرد کافر ملحد نالایق به پسر گفت هلا جئتنی به بول امک فانه اطهر من هذا الماء. من ترجمه نمی کنم. دیشب بعضی از عزیزان به من گفتن آقا یه قدری بیشتر فارسی صحبت کن، ما عربی نمیدونیم. خب عده زیادی از اهل مجلس عزیزان کربلایی ما هستن، همه عرب زبان، ولی بعضی از عبارات را واقعا خدا میدونه خجالت میکشم به فارسی من ترجمه کنم. عبارتی که در تاریخ به عربی گفتم، تشبیه میکنه این آب متبرک پیغمبر رو به یه چیز نجس، میگه اون نجاست را اگر به من داده بودی بهتر از این آبیست که تو میگویی برکت دارد و متبرکه. خب این لایق نیست، لایق نیست. این افرادی که طعم حلاوت محبت حضرت امیر را نچشیدن، اینا معتقد نیستن، نمیدونن این محبت به کجا اونها را میرساند. نمیدونه کسی که محب این خانواده باشه حتما کوشش میکند، سعی میکند که روش زندگیش مانند اونها بشود. حب علی حسنه لا تضر معها سیئه، این معنیش یعنی قلبی که محبت علی ابن ابی طالب را پیدا کرد، این محبت یک دژ محکمی خواهد شد برای او که هیچ سیئه ای، هیچ معصیتی، هیچ موبقه ای، هیچ ذنبی، هیچ گناهی جرأت نمی کند نزدیک او بیاید. قلب قلب علوی شده، دل دل فاطمی شده، روح روح حسینی شده. خدا شاهد، مردم، ما شیعیان اهل بیت اگر گناه کنیم قلب پیغمبر و امیرالمؤمنین به درد می آید. ممکنه دیگران هر کار بکنن، اهل بیت کاری ندارن به اونها، اما تو چرا دیگه؟ تو چرا دیگه؟ شما اگر یه بیگانه خدای نخواسته به شما ظلمی کرد اهمیت نمیده، اما یه دوست بیاد به شما خیانت کنه چقدر درد داره؟ میگن یه شخصی رو سنگسارش کردن در گودال، همه مثل باران به او سنگ میزدن، ایستاده بود چیزی نمیگفت. یه دوستی داشت آمد با یه دسته گل او را زد، گفت آه. گفتن این همه سنگ به تو زدن، آه نگفتی، الان این که با دست گل تو را زد. گفت آخه این خودی بود، این دوست بود، تو چرا دیگه؟ ای عزیزان حضرت امیر و حضرت زهرا، خدا شاهد مسمانند حسنین شما را دوست دارن. امیر المؤمنین و حضرت زهرا به شیعیانشون علاقه ای دارن، همون علاقه ای که به حسن و حسین داشتن. کاری نکنیم که از ما افسرده بشن، خیال نکن این زرنگیه،
خیال نکن امضا میکنی، چک را میدهی، همون لحظه ای که این قلم داره امضا میکنه در فکر مکر و حیله و کلاهبرداری و خیانت هستی، بدون داری با اون قلم قلب حضرت زهرا را جریحه دار میکنی. زشته هستند، عیبه. یه کارهای آقا اگر خلاف شرعم نباشد، خلاف عشقه، خلاف ذوقه، خلاف اخلاقه. در معامله چایی، صندوقای 50 کیلویی، قضیه 30 و چند سال قبل، در یکی از هیئت‌های بزرگ منبر می‌رفتم در تهران، یه شخصی پایین منبر چنان زار می‌زد، گریه می‌کرد. من واقعا فریفته گریه او شده بودم، می‌گفتم ای کاش خدا منو با این محشور کنه. عده از رفقا خندیدن، گفتن آقا این وضعش خرابه. گفتم اه، وضعش خرابه و سینه زن امام حسینه، گریه کننده بر امام حسینه؟ گفتن آقا این چایی میفروشه، تاجره، هر صندوقی 2 کیلو میدزده، در اون ترازو رو 2 کیلو کم کرده، در هر معامله و هر صندوق 2 کیلو چایی رو. خب من دلم سوخت به حالش، دیدم خیلی هم به من علاقه داره، نصیحتش کردم. گفت حاج آقا این زرنگیه در کاسبی. گفتم نه، اینو بهش میگن دزدی، این زرنگی نیست. با کی زرنگی میکنی؟ حیله با کی؟ اصحاب و مسلمین خیلی از پیغمبر سوال میکردن، به طوری که این دهان خشک میشد. خاتم الانبیا وقتی به خانه می آمد اصلا بی حال از بس که صحبت کرده بود. الان دانشمندان می گویند 1 ساعت صحبت کردن معادل 12 ساعت کار کردن و بیل زدنه. من چون کارم صحبت کردن و سخنرانی عرض می کنم، ما بعضی از منبرها وقتی به منزل می رویم تمام این بدن، بند بند بدن درد می کنه. از عمر گرفته میشه، از روح گرفته میشه. پیغمبر خسته میشه. خدای متعال یه قانونی پیاده کرد، ای مسلمان ها اگه میخوای سوال کنید، هر سوالی 1 درهم باید مالیات بدید. هر کس پیغمبر میخواد یه مسئله سوال کنه، 1 درهم باید صدقه به فقرا بده. هم از نظر اقتصادی وضع فقرای قدری تحسن پیدا کنه، از جهت دیگر بعضی اصلا دلشون میخواد. آقا میگن هر کی دکتره ببینه زود مریض میشه. اگه یه دکتری رو یه جا نشسته فوراً آقا فلان جام درد میکنه، هیچ طورش هم نباشه، یه مرضی بر خودش در میاره، میبینه یه دکتر مفتی هست. یه روحانی هم که ببینن هی سوال سوال، حتی سوال واجبم نباشه هی سوال میکنه. خدا فرمود باید صدقه بدهید. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، 1 درهم. شاهدم اینه ها، نه خود از مقدمش، نه این جمله. حضرت امیر سلام الله علیه آمد 10 درهم داد صدقه برای فقرا. گفت یا رسول الله این 10 درهم 10 تا سوال دارم. 10 تا سوال کرد، نه برای خودش، سوال کرد که بعد از 1400 سال من و شما در این حسینیه و در این مکان مقدس بازگو کنیم، استفاده کنیم. یه دونه از 10 تاش که شاهد بحثمه براتون عرض میکنم. عرض کرد یا رسول الله ملحیله، حیله چیه؟ حضرت فرمود الحیله ترک الحیله. حیله یعنی زرنگی، تدبیر. چیه زرنگی در دنیا؟ چیه یا رسول الله؟ فرمود ترک زرنگی.